با بهترین درودها بر شما همیهنان عزیز در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب پنج شنبه را می گوشه ایم با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک با آخرین و تازه خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان نخست به روال معمول همه شبها نگاهی کوتاه خواهم داشت بر سرخط خبرها جدال جدید میان بعضی از مردان اصلی جمهوری اسلامی با اظهار نارضایی و گلایه سریع آیتالله الله لاریجانی از حسن روحانی ادامه پیگیری‌های های نمایندگان مجلس برای روشن شدن حساب شخصی رئیس قوه قضایی ایران با درخواست یک نماینده جدید در مجلس برای شفافسازی سازی وجوه میلیاردی واریز شده به نام شخصی آیتالله الله لاریجانی اعلام ازای عمومی برای درگذشت آیت الله موسوی اردویلی رئیس دادستان در عهد خمینی واکنش ها به هشدار آیت الله خامنه ای رهبر ایران مبنی بر اینکه نسبت به ادامه دور تازه تحریم های آمریکا واکنش نشان می دهیم بارش برف سنگین در استان مازندران با خسارات فراوان و در عرصه منطقه انفجار در ترکیه این بار شهر گرم و ساحلی آدانا برجو. کمیان سوتر مصر و اظهار شگفتی رسانه ها و سیاست مداران از تازه اظهار موضعی جنرال اسیسی سیسی رئیس جمهور مصر در حمایت علنی از ارتش سوریه و بالاخره انتخابات آمریکا و گمانه ها حول دو میلیون رأی بیشتر هیلاری کلینتون در سیستم شمارش آرای عمومی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه چهارم آذر ماه ایرانی برابر با 24 ماه نوامبر 2016 میلادی است که در طول 25 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروح خبرها و نظرها همچون همیشه با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایک یک شما بینندگان عزیز ایران فردا خبرها و نظرها در برنامه امشب همچون همه شبها با دو بخش جداگانه آغاز می شود نخست با چند خبر کوتاه برنامه را می گوشیم سپس همزمان با خبرهای اعلامی نظرهای مرتبط و منتشره در روزنامه های هر روز را همزمان با خبرها مرور می کنیم در بهبوهه افشای فسادهای سازمان یافته در ارکان نظام جمهوری اسلامی ماجره های واریز وجوه میلیاردی به حساب شخصی آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی منصوب به رهبری ایران هر روز ابعاد تازه تری به خود میگیرد تازه چند روزی از خشم و گلایه این فقیه رو از موج افشاگری ها در مجلس تحت مدیریت برادرش نمیگذرد که در سوی دیگر نماینده ای دیگر خواستار پیگیری ماجرایش شد نماینده ای که میپرسد مشخص شود قوه قضایی بر چه مبنای قانونی حساب های سپرده باز کرد احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس طی سوالی از وزیر دادگستری درخواست کرد که مشخص شود قوه قضایی بر چه مبنای قانونی حساب های سپرده باز کرد و تعداد این حساب ها میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن را بیان کنند به گزارش خبرگزاری ها و از جمله وبسایت قانون این عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که با توجه به اخبار و اطلاعات منتشره در خصوص حساب ها و سپرده های سپرده به نام رئیس قوه قضاییه و با عنایت به اصل 53 قانون اساسی گزارش شفاهی از تعداد این حساب ها، میزان و وجوه واریزی گردش مالی و موارد مصرف آن را اعلام نمایید اتهامات مورد اشاره آقای مازنی اولین بار در کانال تلگرامی آمد نیوز منتشر شد و از وجود 63 حساب شخصی به نام صادق آمولی لاریجانی و واریز غیرقانونی سالانه 250 میلیارد تومان به این حساب حکایت داشت این ادعا بعد از انتشار مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگونی نیز قرار گرفت ادامه می دهم این در حالی است که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی دیروز در نطقی پرشور به حسن روحانی و موضع رئیس جمهور ایران در مواجهه با لغو سخنرانی متحری در مشهد تاخت روزنامه های امروز از اظهارات دیروز لاریجانی به عنوان سخنان سریح رئیس دستگاه قضا و یا گلایه های رئیس قوه قضایی از رئیس قوه مجریه یاد کرده بودند و به انعکاس وسیع گلایه های این فقیه در مزان اتهام به زرندوزی پرداخته بودند بر اساس گزارش بیشین روزنامه ها از جمله روزنامه شرق همینطور روزنامه آرمان و اعتماد حتی جوان و دیگر روزنامه ها آیت الله صادق آمولی لاریجانی اتهام های مربوط به حساب های بانکی این قوه رو کذب محض نامید و به شدت به حسن روحانی تاخت که چرا از علی متحری دفاع کرده اما از او در برابر تهمت های مالی دفاع نکرده است صادق لاریجانی با اشاره به حجمه ها علیه قوه تحت نظر خود گفت منظور قوه قضاییه حساب هایی را مطرح می کنند و میگویند هزاران میلیارد از اموال دولت را به حساب خود می ریزد که این صد در صد کذب محض است لاریجانی در ادامه بحث مربوط به حساب قوه غذایی را مربوط به سال 74 دانست و افزود که در آن زمان رو اسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه رو به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌کردن و این که میگویند حساب شخصی است بلکه صد درصد کذب است پیش از این محمود صادقی نماینده مجلس از تهران از رئیس قوه قضاییه ایران درخواست کرده بود که در واکنش به گزارش‌ها از حساب‌های شخصی او گزارشی از این حسابها را برای شفاف‌سازی کند اشاره آقای صادقی به گزارش هایی بود که از وجود 63 حساب شخصی صادق لاریجانی در فضای مجازی به تعبیری طرح موضوع شده بود و در این گزارش ها گفته شده بود که مدیران بانک ملی ایران گزارشی از این حساب ها رو در اختیار علی طیبنیا وزیر اقتصاد ایران گذاشتند این گزارش ها تصریح کرده بودند که سود بانکی این حساب ها سالانه 250 میلیارد تومان است که رقمی در حدود 20 میلیارد تومان ماهانه به وی پرداخت شده است اما رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامه حسن روحانی به وزرای دادگستری و کشور برای رسیدگی به موضوع جلوگیری از سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت که آیا در برابر تهمت هایی که این روزها علیه قوه قضاییه مطرح می شود موظف نبودید دفاع کنید ایشان با طرح این پرسش از آقای روحانی که آیا مسئولیتش در قانون اساسی فقط منوط به یک طیف خاص است گفت که شما لغو یک سخندانی را مایه شرم ساری میدانید اما نماینده از فراکسیون امید در مجلس که منتصب به شماست با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس که قطعا پخش زنده هم بوده است رئیس قوه قضایی را متهم کرد که هزار میلیارد به حساب شخصی خود ریخته است آیا شما در اینجا وظیفه دفاع نداشتید و فقط نسبت به یک طیف خاص وظیفه دارین؟ این مایه شرمساری نیست که بسیار با لحن تون به حسن روحانی تاخته بود در این راستا روزنامه حمایت ارگان مطبوعاتی نهاد قوه قضایی ایران تمام نیم صفحه اصلی رو به این موضوع اختصاص داد و با پس زمینه سیاه به نقل از آیت الله حمولی لاریجانی در خطابی اتاب گونه از روحانی میپرسید دروغ و شایع سازی علیه دستگاه قضا مایه شرمساری نیست که اشاره قطعا نیشالود داشت به اظهار تأثیر حسن روحانی نسبت به لغو سخنرانی متحری در مشهد که آن رو پیشتر مایه شرمساری خوانده بود در این راستا روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران هم به کمک قاضی القضات آمده بود روزنامه جوان در گزارشی شایعات اخیر درباره قوه قضایی رو ناشی از کم‌مایگی و در واقع خط بازی تندروهای به زمین این روزنامه تجدید نظر طلب می شمارد که لازم بود تا بدان پاسخ داده و از آن شفاف شود این روزنامه ی ای ارگان سپاه با اشاره به گلایه های رئیس قوه قضایی ایران درباره حساب های شخصی رئیس دستگاه قضا گریزی هم به شرم های رئیس جمهور و اظهار تاسف رئیس مجلس درباره لغو سخنرانی علی مطهری زدند که به این همه شرمساری برای لغو یک سخنرانی درباره شایعاتی که علیه رئیس دستگاه قضا منتشر شد آن هم از سوی هم خطی ها و همپالگی های خودشان سکوت کردند و ابدا شرمسار نشدند روزنامه جوان در ادامه نوشتار اشاره کرده بود که اگرچه آیت الله آمولی تأکید کرد که نیازی به دفاع روحانی اما در واقع از آنها خواست که از خواب خطبازی بیدار شوند زیرا رئیس جمهور رئیس همه مردم است نه رئیس یک خط و یک جناح و نه رئیس اپوزیسیون خبرها و نظرها را پی میگیریم با آخرین فعل و انفعالات و کشمکشا حول لغو سخندانی علی متحری در مشهد که گویا در تازه‌ترین اقدام 150 نماینده مجلس با امضای توماری خواهان روشن شدنه موضوع شدن موضوع شدند و سپاه پاسداران در سوی دیگر در یک عقب نشینی آشکار اعلام کرد که هیچ دستوری برای لغو سخنرانی نداده بود هرچند دادستان مشهد با افتخار اعلام کرد که برای جلوگیری از جرم چنین کرده است در ادامه 154 نماینده مجلس در نامه خطاب به سران سه قوه جمهوری اسلامی خواستار برخورد سریع و قاطع با خاطیان لغو سخنرانی متحریشی در مشهد شدند به گزارش منابع خبری داخل ایران اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی چهارشنبه دیروز از نامه نمایندگان درباره ممانعت از سخنرانی علی مطهری مشهد خبر داد و گفت که نمایندگان در این نامه خواستار برخورد سریع و قاطع با خاطیان و, و جلوگیری از تکرار اعمال قانون و تأکید بر اجرای دقیق قانون شدند بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس در این زمینه گفت که این نامه که خطاب به سران قوا نوشته شده به امضای 154 نماینده از فراکسیون های مختلف مجلس رسیده و تمامی اعضای فراکسیون امید نیز امزا آن را امضا کرده اند. این نماینده اصلاح طلب مجلس اضافه کرد که امضا کنندگان این نام خواستار برخورد جدی با افراد، سازمان ها و هر شخص و جایگاهی هستند که اخلال در مراسمات قانونی اعم از سخنرانی و میتینگ های سیاسی، فرهنگی یا مذهبی ایجاد می کنند و درخواست کرده اند که تدبیری برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده شود ادامه میده هم با همین مضمون و موضوع اما با نگاهی به روزنامه در این میان روزنامه های اصلی و پرشمارگان کشور از این عقب نشینی آشکار سپاه به عنوان مختلف یاد کرده بودند روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان پس لرزه های لغو یک سخنرانی واکنش سپاه را به نقل از رمضان شریف منتشر کرده بود و دیگر روزنامه که چنین کرده بودند سرتیب رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفت که این نهاد اظهار نظری درباره لغو سخنرانی متحری نکرد و تنها اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی در نامهای به استانداری و دادستانی توصیه کرده بود که با آقای متحری یادآوری شود طوری صحبت کند که بستری برای سوء استفاده فراهم نشود آقای شریف گفت سپاه احتمال میداد که نائب رئیس مجلس ایران حرفهایی بزند که بستری برای جنجال آفرینی و سوء استفاده در استان فراهم کند و بر همین مبنا توصیه می کند که بهتر است که به سخنران مدعو یادآور شود که با توجه به ایام اربعین حسینی و شرایط مذهبی شهر مشهد مراسم به گونه برگزار شود که بستری برای سوء استفاده فراهم نشود سخنگوی سپاه پاسداران درخواست لغو مراسم را کاملا رد کرد پیشتر علی رضا رشیدیان استاندار خراسان اعلام کرده بود که دادستان بر اساس مکاتبه اطلاعات سپاه مبنی بر احتمال بروز برخی تخلفات حکم به لغو جلسه داده است در ادامه خبرها و نظرها کوتاه نظری به عناوین اصلی برخی از روزنامه ها حول دو موضوع یعنی چگونگی پردازش به درگذشت آیتالله موسوی اردبیلی و همینطور باستا به اظهارات تهدیدآمیز خامنه نسبت به ادامه تحریم های ده ساله آمریکا رو با هم میبینیم موسوی اردبیلی که پیشتر از مردان رکنی حوزه قضا و عدل در جمهوری اسلامی بود و از ندیمان و همنشینان منصوب توسط شخص آیت الله خمینی بوده چندی نیز با قهر سیاسی از یک سوی نگری های راستگرای ولایت فقیه به انزوا روی آورده بود ضمن اینکه در اعتراضات جنبش سبز ایران از حامیان میرحسین حسین موسوی شد و بدین روی بعضا متهم می شد که در کنار فتنگران ایستاده است و یا به تعبیری متصف به ساکتین فتنه می شد روزنامه های غالبا کمپ اصلاح طلبان بیشتر به تکریم این فقیه مقهور سالیان پس از انقلاب پرداختند از جمله روزنامه ابتکار از این رئیس قوه قضایی عهد خمینی به عنوان قاضی القضات گشاده رو یاد کرد و یا روزنامه میان روی اعتماد وی را فقیه صبور توصیف کرد گزارشگر روزنامه اعتماد به نوع برخورد این فقیه در سال 88 اشارتی زمینی و کوتاهی کرد و نوشته بود که لقب سنگ صبور انقلابیون را بر او میگذرند همان که هفت سال پیش سکوت خود میشکند و به انتقاد از برخی عمل کرد ها برمیخیزد و چهار سال پیش و در پایان سال تحصیلی طلاب از خواهی می کند حلالیت می طلبد و می گوید از کارهای کرده و ناکرده خود نگرانم که به تطهیر فقه های تندخوی سالهای نخست انقلاب می کشید این گزارش و هم به تجدید نظر طلب بودن جمعی از مردان مصوم به اصلاح طلب که هر روزگویی گویی یا تلاش دارند از گذشته های گران و تلخ و ترژیک خود فاصله بگیرند میمون و مبارک است در هر روی ادامه میده هم روزنامه آفتابی یزد نیز در یکی از عناوین اصلی خود با عبارت ودا با مرجع تقلید آزادی خواه به بدرقه این فقیه در گذشته شتاف و روزنامه آرمان اما با باکارگیری واژه اعتدال انتصاب دولت روحانی به اندیشه های این فقیه رو آشکار میکرد همون گونه که میبینید خدا نگهدار مرجع اعتدال عنوان اصلی این روزنامه نزدیک به مردان هاشمی و حسن روحانی است که عملا و علنا ایشان را به جبهه خود منتسب میکردن که البته این چنین بود هشدار آیت الله خامنه ای به آمریکا که در برنامه دیشب نیز به آن اشاره شد امروز با واکنش ها و باستاب گسترده تری مواجه گردید روزنامه های دست راستی و نزدیک به منویات آقای خامنه همگی موضوع اصلی صفحه یک را با لحنی تنشی و آتشین و خشونتی به این موضوع اختصاص داده بودند از جمله روزنامه وطن امروز که تمام نیم صفحه اصلی را به همین موضوع است. و به نقل از خامنه ای مدعی شد که تمدید تحریم های ده سال قطعا نقض برجام است و یا روزنامه جوان که با لحنی تهدیدی و نظامی گرایانه هشدار داد قطعا واکنش نشان می رهیم. و همینطور کیهان بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی تحت امر رهبری ایران که عنوانی مشابه برگزید از جمله موضوعاتی که در طول هفته در حوزه قضایی به آن پرداخته شده همانا کاهش مجازات سنگین برای محکومین به مواد مخدر بود در این میان حسین احمدی نیاز وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه آرمان معتقد بود که حذف مجازات اعدام در جرائم مربوط به مواد مخدر در پاره مواقع اقدامی مثبت برای اصلاح و از بین بردن آسیب های اجتماعی است به نحوی از آنها از لغو حکم اعدام دفاع کرده این روزنامه میانه رو جامعه ایران به زمین نویسنده به شدت در معرض آسیب مواد مخدر قرار داشته و خانواده بسیار زیادی رو نیز درگیر خود کرده که متاسفانه مجازات اعدام تا کنون عواقب منفی در جامعه در پی داشت از منظر نویسنده روزنامه آرمان هر جرمی دلیل و علتی دارد دا و بایستی به دنبال علل بروز و شکلگیری آن باشیم نه اینکه با مجازات خشن به آن برخورد کنیم واقعیت مسئله این است که در سالیان اخیر مجازات اعدام مواد مخدر آسیب های زیادی نیز به جامعه وارد کرده و اصلاح قانون و حذف مجازات اعدام در موارد خاص گامی مؤثر برای اصلاح و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد بود مجموعی از خبرها و نظرها را همچون همیشه حول مسائل ایران دیدیم و شنیدیم تا سانیهای دیگر با موضوعاتی تازه از ایران منطقه و جهان از صفحه یک به صفحه رسانه هایتان باز خواهید گشت از جمله انفجار جدید در آدانای ترکیه انتصاب ها در کابینه ترامپ نشانه های تغییر موازنه در معادله خاور میانه با ورود ژنرال اسیسی و خلاصه سختی های یک برف در مازندران تازه های دقایق پیش روی است با ما باشید و بنشینید درودی دوباره محضر یکایک که شما بینندگان عزیز ایران فردا کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که با تازه ترین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان مهمان خانه های شماست انفجار در آدانای ترکیه در بامداد امروز پنجشنبه مجددا دقدقه ها و نگرانی ها حول مقوله امنیت در این کشور را برانگیخت. در پی این انفجار در نزدیکی یکی از اداره های دولتی در آدانا دست کم دو نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. محمود دمیرتاش فرماندار آدانا به خبرگزاری آناتولی گفته است: این انفجار در ساعت 8 صبح امروز چهارم آذر ماه رخ داد و محل وقوع آن نیز پارکینگی درست در نزدیکی ورودی این اداره دولتی بوده است. دولت ترکیه هر دو گروه هم حزب کارگران کردستان و هم حکومت اسلامی رو مسئول شماری از انفجارهای ماهای اخیر در آن کشور معرفی میکنند که در این راستا نیز چنین کرد. شهر آدانا در جنوب ترکیه در نزدیکی دریای مدیترانه و در فاصله ای نه چندان دور از مرز سوریه قرار دارد این شهر در پی زمین درزه وان به یکی از مراکز نگهداری پناهجویان ایرانی نیز در مقطعی تبدیل شده بود از ترکیه گامی دورتر به مصر و سوریه می‌رویم که یک اظهار نظر دیپلماتیک موجب شگفتی اهالی رسانه و ساکنان کوی سیاست شد خبرگزاری فرانسه گزارش داد که عبدالفتاح السیسی در گفتگو با شبکه آرتپ پرتغال گفت که اولویت ما حمایت از ارتش‌های ملی است برای نمونه در لیبی برای برقراری کنترل بر سرزمین‌های لیبی و مقابله با عناصر افراطی همین موضوع در مورد سوریه و عراق هم صادق است ژنرال اسیسی در پاسخ به این پرسش که آیا منظورش به طور روشن حمایت از ارتش سوریه است گفت بله که در واقع نوعی ناسپاسی به سیاست های کشور عربستان سعودی در سیاست ای تلقی شد که میلیاردها دلار نیز به مصر کمک کرده بود در ماه اکتبر امسال پس از آنکه مصر از پیشنویس ای در مورد سوریه که روسیه مبتکر آن بود حمایت کرد عربستان حتی انتقال نفت به مصر را تعلیق کرد عبدالفتاح از در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی آرتیپی پرتغال گفت که بحران سوریه باید از طریق سیاسی حل شود در هر روی اعلام حمایت این نظامی ارشد نشسته بر مصر از ارتش بشاری دیگر خودکامه یا خاور میانی موجب تعجب کسانی شد که در واقع از اسیسی انتظار تدبیر بیشتری داشتند. خبرها و نظرها را با آخرین و تازه ترین رویدادهای فرامنطقی دنبال می کنیم. دونالد ترامپ و فعل و انفعالات در اردوگاه این رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنان بر صدر رسانه ها جای دارد در حالی که در ادامه شمارش آرا اعلام می شود که آرای عمومی هیلاری کلینتون دو میلیون بیشتر از دونالد ترامپ است و عملا ساختار انتخاباتی آمریکا بار دیگر مورد نقد و چالش و تحلیل کارشناسان است در سوی دیگر شخص ترامپ با انتخاب دو زن برای دو پست کلیدی مراحل چینش وزرا و صاحب منصبان کابینه اش رو پی میگیرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیکی هیلی و باتس دیواس را برای دو پست مهم نمایندگی سازمان ملل و وزیر آموزش پرورش معرفی کرده است هر دو نفر البته بایستی از کنگره آمریکا رای اعتماد بگیرند این دو نخستین زنانی یعنی که برای عضویت در کابینه ترامپ رسما معرفی شدند هر دو نفر در جریان انتخابات گذشته از حمایت ترامپ سر باز زده بودند و علنا از نیز انتقاد می‌کردند بیت سیدی که از میلیاردرهای سرشناس و فعالان شناخته شده فرهنگی هنری میشیگان است ترامپ را حتی مهمان ناخواسته عرصه سیاست خوانده بود انتصاب نیکی هیلی به عنوان سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل نیز البته بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود او نخستین عضو کابینه دونالد ترامپ که پدر و مادرش مهاجرند و از پنجاب هندوستان به آمریکا آمدند شاید هم به همین خاطر بیشتر مرتوجه واقع شده که به کارگیری از مهاجرین برای شهروندان امریکایی جای تعجب است و در وقت باقی مانده دوباره فصل سرما و افت فشار گاز در ایران این بار مازندران در زمحریر ماه پایانی پاییز برخود می لرزد. در سرزمین نفت و گاز شهروندان ایرانی از بیگازی در لرزند اساس گزارش ها بارش برف در استان مازندران به تعطیلی مراکز آموزشی و اداره و نیز قطع ادامه دار برق و گاز در برخی شهرهای نوستان انجام است. دست ده ها نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند به گزارش خبرگزاری های ایران کاهش محسوس دمای هوا سبب شد تا مصرف انرژی افزایش پیدا کرده و گاز در شهرهای بابل و آمل قطع شود بنابر گزارش این خبرگزاری ها بامداد با امروز پنج شنبه قطعی گاز در مناطقی از آمل پس از گذشت 20 ساعت همچنان ادامه دارد که بر اساس اعلام خبر برخی از شهروندان مازندرانی با دفتر تحریریه صفحه یک موارد مذکور تایید شده است و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد تا شامگاه فردا با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود